بسیاری از افراد خیلی علاقه‌مند به تجربه کردن کارهایی هستند که خیلی ریسک بالایی داره. اما باز هم به خاطر علاقه‌شون برای یک بار هم که شده به خواستشون خواهند رسید. خوردن غذاهای عجیب و چندش‌آور مثل چشم ماهی، عنکبوت و یا اختاپوس زنده هم یکی از همین کارهای عجیبه. در ادامه برنامه با چندش‌آورترین غذاهای جهان آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید. عنکبوت سرخ شده، کامبوج. مشخص نیست که مردم بومی از چه زمان این غذا رو در فهرست غذاییشون اضافه کردن، اما احتمال میره زمان شروع اون به دوران حکمرانی خمرهای سرخ که مواد غذایی بسیار کم بود برمیگرده. امروز عنکبوت‌ها رو در مزارع درون حفره‌های زیرزمینی پرورش میدن و بیشتر متقاضیان اون هم گردشگرانه. درباره خود غذا باید گفت ظاهراً بافت اون نرمه و مزه‌ای شبیه مرغ داره. گفته میشه سر اون بهترین قسمت و پاها بسیار تردند. هرچند خوردن شکم اون به خاطر وجود امها و احشا و تخم توصیه نمیشه، اما برخی اون رو بسیار لذیذ میدونن. تخم بارور شده، فیلیپین و آسیای شرقی. در واقع این غذا با تخم اردک درست میشه، بدین طریق که قبل از دفن کردن تخم‌ها اول اونها رو میجوشونن. البته بخشی از جنین تکامل نیافته اردک باید درون تخم وجود داشته باشه. طبق اعتقادات بومیان جنین دارای پروتئین فراوان و برای تقویت قوای جنسی بسیار مؤثره. چشم ماهی تون، ژاپن. سرآشپزهای ژاپنی چشم ماهی تون رو با سیر و سویا سس طبخ میکنن. گوشت چشم بسیار زیاده و عدسی چشم بعد از پخت بسیار ترد میشه. مزیت خاصی در مصرف این غذا وجود نداره و شاید فقط بشه به وجود پروتئین اون اشاره کرد. هرچند خود گوشت ماهی تون هم به خاطر داشتن پروتئین زیاد معروفه. حشره ویچتی، استرالیا. این وعده غذایی به صورت زنده خورده میشه. ابتدا سر جانور رو میبرن و با فشار دست شکمش رو خالی میکنن. بعد از اون بدن نیمه جان کرم رو که هنوز لول میخوره و طعم تخم مرغ میده میخورند. کرم سرخ شده، مکزیک. مکزیکی ها از قدیم الایام به خوردن کرم و حشرات معروفن و امروزه حتی در معروفترین رستوران های این کشور هم به فروش میرسن. اکثرا اون رو سرخ میکنن که البته طعم گوشت قرمز میده. سوپ لانه پرنده، چین. دهه هاست که این سوپ در چین طرفدار داره. البته برخلاف اسمش هیچ چوب و خاشاکی در اون وجود نداره. در حقیقت رشته این سوپ از بزاق سفت شده یه پرستو درست میشه. این پرنده بزاق دهان خودش رو به صورت رشته رشته در کنار علف‌های دریایی قرار میده که قبلاً نیمه هضم کرده است. گفته میشه این سوپ که طعم خاصی هم نداره به تقویت قوای جنسی کمک میکنه. پنیر کاسو مارزو ماگت، ساردینیا. دستور پخت این پنیر خوشمزه سنتی صدها سال قدمت داره. مثل هر پنیر دیگه ای از شیر، مخصوصاً شیر گوسفند تهیه میشه. تفاوت اون با باقی پنیرها در اینجاست که اجازه میدن فرایند تخمیر کامل بشه و سپس شروع به تجزیه و فساد کنه. البته تا زمانی که پر از کرم بشه. این کرم ها پنیر رو میخورن و از اون چربی هضم شده تولید میکنن که طعم خاصی به پنیر میده. تا زمان مرگ تمامی این موجودات به پنیر دست نمیزنن. حشرات زنده، لاوس، آسیا. این رژیم سنتی به صورت خام و به همراه ترکیب چسبناکی از برنج و گوشت یا ماهی استفاده میشه. جالبه بدونید سازمان غذا و کشاورزی لاوس در سال 2010 حدود 475 هزار دلار برای توسعه، تقویت، برداشت و مصرف حشرات اختصاص داد. اختاپوس زنده، کره. برای تهیه این غذا ابتدا اختاپوس رو به صورت زنده به چند قسمت تقسیم می کنن، روی اون روغن کنجد می ریزن و بلافاصله برای خوردن روی میز میارن.
از اونجایی که این غذا هنوز زنده است، خوردنش بسیار خطرناکه، چون احتمال داره به دیواره گلو بچسبه و باعث خفگی بشه. شیوکارا، ژاپن. این غذا مخلوطی از موجودات دریاییه، در واقع ترکیبی از امها و احشاء موجودات دریایی به صورت خام به اضافه 10% نمک و 30% برنج مالت. در نهایت هم یک ماه به اون فرصت میدن تا تخمیر بشه. نتیجه کار هم مزه بسیار تندیه که هر کسی تحمل خوردنش رو نداره. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.